صابر بودو دیگه دیر شد، اومدم چیکار میکنی؟ به شلوارم بیا هم شد. بودو. یا علی، یا سلام آقا. سلام مخلص. سلام مخلص. حاجی پشمام، ببین ما اصلا نمیدونیم چه جوری اومدیم اینجا نشستیم واقعا. ببین من توندی تا فهمیدم به مثلا گفتم آقا کاروبار رو جمع کن بریم خونه، فقط فدایی اومده. با یه ترک نه، دو تا ترک. دو تا ترک هم نه، سه سه تا تا ترک. ترک. البته ملتفت جمع از سگانه دادن حاجی. پشمام فدای دو وای، تا شاپور یه شاپور دونه. یه دونه. حالا اسم ترک ها چیه؟ وای حاجی پشمام گفتم چی کار کنم؟ اون صرفش فدای دو تا ترک بالاست و بلندتر که مثل همیشه کلام فدایی و آهنگ مهدیار. بله از اون برم شاپور دراویش بود، چی بود؟ بس ببینم. آره یعنی چیزی بود شاپور دراویش. بله از چنل خودش، پیج خودش. یا علی همش ملتفت پخش شده، همش ملتفت. ملتفت ملتفت ملتفت. حاجی بالاخره هم ما به آرزومون رسیدیم، هم پوری، هم پوری. آره یه کوچول تو رو خدا بریم بیایم. Let's go. خب دیگه آقا، یه خدایش اضافه گویی اصلا جایز نیست. همین الان خودتون میدونید چیکار کنید. لایک، سابسکرایب، کامنت بزنید، بهتر کنید. بی وقفه بریم سراغ ترک ببینیم که خب آقا قبل از هر چیز عجله نکنید. دستاپتون رو گم نکنید. کاور. آها ترک بالاست رو داریم چیز می‌کنیم، ریاکشن می‌ریم. خب این چشم جهانبینه دیگه. آره. فراماسونری و این چیزا همونه. میمه مرتفعت اون بالاست، تو مثلثه، این هرمه هم هست. آره رأس مثلث است. و شکل و مکله چیه اون وسط؟ سوال خوب بود. نمیدونم هست دیگه. این شکل من ولم کنید. ببین تک چی میگه. آماده اید؟ بریم. آره هیجان زدم. خدایش رحم کن. چش داره بیتا میکنه لفظام، نگاه تا اینه گفت تک برو جلو جریان، به صد باشه ایام میکنم کفشام میخواک، عادت داره گرد به تو همه قصام بشام، نه آویزون خونه واده نه سروار خدا، رک کن نشدیم با شلوار گشاد، تو دست امت شلاغ دوما به تا دینو میزدیم به زخمای گلا، کارت فرو نمیره تو قلب سنگی، اهل جنگیم ما رو با اینا نکنید دست بندی، تشمل کل موته و برگ ترخیص، میریم بالا دند سنگ بیتا و میخوره رو در پاسگاه. فدایی سب کن بابا. معمول جنگی اصلا اون اول شروع سب کرد. خب بگو شما بگو. ای بابا میگه نه آویزون خانواده نه سربار خدا. خب سربار خدا نیستی. آره و یه تیکه هم گذاشت که من رپ کن نشدم با شلوار گشاد. شلوار گشاد سیکس. یه چیز دیگه هم که من تا هایچان هم جلب کرد، گفت بتادین رو میمالیم به زخمای گلا. ما بتادین رو میزدیم به زخمای گلا. خب کارت فرو نمیره تو قلب سنگی. بفرمایید. به اون ترک پوری که میگفت چی؟ بتادین روی بدن یه هم چیزی گفت، با بتادین یه چیزی خوند. یادم نیست به خود. حالا بذار یاد آمد میگم به آخرش. ولی اینو گفت و پوری. خب داره آقا. خیلی یواش. آره یواش. خیلی ملوه داره میزنه، زیاد سنگین نمیزنه. نمیره تو قلب سنگی، اهل جنگیم ما رو با اینا نکنید دست بندی، تشمل کل موته و برگ ترخیص، میریم بالا دند سنگ بیتامو میخوره رو در پاسگاه، رسیده به استخون خنه کاردا، تلخی خیابون و کف آسفالت میچشی و شیرینی قصه رو ته داستان، ساکت آخه زیاده ادب مرده، کف عموم افتاده جسد لختش، گزارش پاسپورت میگه تمیز کشتنش، قافیه ها اثر جرمه، ندیدی که جنگل و توی چش برف شهرامو مشعل پاره میشه دل شب، شما عمل صالح با گناه کبیره، ملتفت سر بلنده مثل صرف ملتفت تو کر. حاجی میگه ساکته چون زدیم کشتیمش. پوریو داره میگه. خب آره میای من یه چیز بگم. من همین اینجا من یه چیز بگم بهتون. پوری چون فدایی اومده دیگه سکوتشو میذاره کنار. به نظر من امشب دعوت کرد که اصلا بیاد. امشب تا سر صبح، تا اذان صبح باید منتظر ترک پوری باشیم قطعا. دیگه پوری میگه بسته دیگه، بسته هر چی شده بسته. خب بذارین چی گفته. ساکت آخه زیاده ادب چی؟
ادب مرده، کف همون افتاده جسد لختش، گزارش بازپرس میگه تمیز تمیز کشتنش. کشته شده تمیز اگه با کشتنش قافیه و اینا کشتنش هم چیزی هم قافیه ها اثر جرمه. اثر جرمه. اوه اوه، من برای اولین بار میبینم فدایی خیلی مؤدب داره دیس میکنه. آره چیز خاصی. آره نشینه آسفالت میچشی و شیرینی قصه رو ته داستان ساکت آخه زیاده ادب مرده کف عموم افتاده جسد لختش گزارش پاسپورت میگه تمیز کشتنش قافیه ها اثر جرمه ندیدی که جنگل توی چش برف شهرامو مشعل پاره میشه دل شب شما عمل سالم و گناه کبیره ملتفه تر بلنده مثل سر میگه شما عمل سالم و گناه کبیره ملتفت سربرنده مثل سرب ملتفت تو که هرمه بالاست قیمت تو تو گرمش بالاست مثل ماه تو دل تاریک شهر بالاست از بالا تو پایین شهر ماماست ملتفت تو که هرمه بالاست قیمت تو تو گرمش بالاست مثل ماه تو دل تاریک شهر بالاست از بالا تو پایین شهر ماماست راهمون راه حق و عدله فهمیدن اشکار نسل بعد همه سوار هم میشن و چرن میگن الان نفع و فایده یعنی نفهمیدن فدایی کلی الف تسخیر دیگه تابلو شده نداره تهدید تأثیر مشکل دارم با قوانین الهی همیشه مستقل افراط جنایی همونی که واسه رفی کردن میزدن و به وقت ها ملتفی سردرد میدم خبرم و شیطون خدا میگیره دیگه رو پل سرات داشت تک چرخ میزد جیگر دارم شیش سیخ قربه به گوش نمیرسه میگه پیف پیف ملتفه تکمی و تیم شید یخو میندازم تو ویسکی خون سردنگا بزرگ شدم سیبری سخفه وایس میگه ملتفه تکی میاد شما تیم شید شما تیم شید یه تیکه ای انداخت دیگه تیم زد و بند و این چیزا رو منظورشه دیگه خب ولی به قول تو داره ملو میزنه خیلی من الان گفتم میاد منم خیلی منتظر خار مادر رو مثلا میکشه میره خب ولی خب اینم سیاستشه دیگه میگه همه جایی که منتظرم مثلا نذار هیچ کس حرکت برای تو پیش بینی کنه این همون قضیه است میچید میگم و این که میگه گربه به گوش نمیرسه میگه پیف پیف احتمالاً حالا یه عکس از پوری پخش شد نمیدونم دیدید یا نه که پرچم ملتفت دستش بود شاید مثلا میگه ما تو رو راه ندادیم تو ملتفت الان مثلا بر ضد ما شد آره شده پیف پیف آره اوکی زدم آره یکی دیگه هم بزنیم خیلی خیلی گفت با قوانین الهی همیشه مستقل افراط جنایی همونی که واسه رفی کردن میزدن و به بعد ها ملتفی سردرد میدم خبرم و شیطون خدا میگیره دیگه رو پل سرات داشت تک چرخ میزد جیگر دارم شیش سیخ قربه به گوش نمیرسه میگه پیف پیف ملتفه تکمی و تیم شید یخو میندازم تو ویسکی خون سردنگا بزرگ شدم سیبری سقف کلاس پاره میشه تمیشه چرا دایره میکشه خط کش ما باشه خنده برا پیش اهل دلا پادشاهی میکنه یه بچه گدا آویزون نمیمونه خفاش پیر آهو که نمیدوه دنبال شیر نه یه نمیداره پنج پرجا رو میخست کلی فکر میکنی که میگیره دنیا رو چین بل... اوه باریکلا اوه آهو که نمیدوه دنبال نه نه بذار قبلشو بگم من بگم. از اینجا داره جواب ما رو میده که آقا چرا فکر میکنین من الان باید بیا فوش خوار مادر بکشم بچه ها یه ریاکشن دوستان بگو میگه خونسرد انگار بزرگ شدم سیبری اوکی همه چی کوله همه چی شو آره مثلا مهم نیست خب سقف کلاس پاره میشد همیشه چرا دایره میکشه خطکش ما باشه خنده به راه پیش اهل دلا پادشاهی میکنه یه بچه گدا اوکی خب آویزون نمیمونه خفاش پیر آهو که نمیدوه دنبال شیر برعکس نکنید این چیزا رو آره ولی باز من دارم میگم من واقعا تعجب کردم آره شاید شک بلندتر میزنه اینم هستا فکر نمی کنم ببینید سیاستش شده الان این مثلا این کارو داره میکنه نه باز بلندترم گوش بدید میکنه یه بچه گدا آویزون نمیمونه خفاش پیر آهو که نمیدوه دنبال شیر نه یه نمیداره پنج پرجا رو میخست کلی فکر میکنی که میگیره دنیا رو چین ملتفه تو که هرمه بالاست قیمت میگه فکر میکنی که میگیره دنیا رو چین میگه فکر نکن خبریه هیچ خبری نیست ما ملتفتیم آره. در واقع تو این ترک اومد ملتفت رو کشید بالا بیشتر همون آره دقیقا یعنی ملتفت رو مثلا گفت بالاست آره بالاست به قول خودش آره
تو گرمش بالاست مثل ماه تو دل تاریک شهر، بالاست از بالا تا پایین شهر، باماست ملتف تو کرمه، بالاست قیمت سو تو گرمش، بالاست مثل ماه تو دل تاریک شهر، بالاست از بالا تا پایین شهر، باماست. و تمام بیشتر به قول خود فدایی با توجه به کورسش اومده کشیده بالا ملتفتو. آره. میخوای ترک دوم هم بریم؟ همینجا بشاسونیم. آره. نظرتون؟ آره بزنم. کم بود. همینجا داشته باشید. کارو بزنیم بزنم. آره. شما بچه صحبت کن نظرتو بگو در مورد ترک. آقا همین دیگه به نظرم واقعا ما منتظرت خیلی چیز وحشتناک و عجیب غریبی بودیم. آره. و منتظر بودیم ببینیم خودمون رو بزنیم، ولی خواستن یه جور دیگه عمل کرد و به نظر من کار بدی هم نیست. خب شاید واقعا هم داره کار درستی میکنه اینجوری. خودشونو میکشه بالا. آخه ببین مثلا بذار نظرم بگم. میگه آقا شاپور که اومد زد ترکون. آره. به عقیده خودش. این دیگه نخواد بیاد الکی دوباره شلوغش کنه. آره بیشتر خودشونو کشیده بالا. آره. خودشونو ثابت کرده مثلا. اینطوری الان مثلا این جنگای قبیله‌ای یه خورده با کلاس نشون داد دیگه. آره. دیگه من الان بزرگم. حالا البته بریم شاپورم بشینیم چی گفتم. آره دراویشم. خب آقا بریم سراغ ترک دوم. آماده اید؟ بریم آقا. یه عشق آسمونی چند تا جمجمه یه سوراخ، من شک دارم به معجزه موسا، حس میکنم سر رفته حوصله بودا، تو گوش گرد نمیره روزه یه روبا، لم دادم توی تو گوش گرد نمیره روزه یه روبا. چقدر چه فلویه، چه آهنگ و چه فلوی مریضی. آره خیلی خاصه به نظرم. توضیح میخوای بدی؟ نه دیگه اوکی. حس میکنم سر رفته حوصله بودا. خب بودا بودا جزه موسا، حس میکنم سر رفته حوصله بودا، تو گوش گرد نمیره روزه یه روبا، لم دادم توی بنز بی کلاس، بیت و سینه چاکر میلرز شیشه ها، یه کبریت روشنم ولی زیر کاه، خود محمدم ولی بی کتاب، چرا چادر میکشن رو کب مگه خدا لخته. این چی بود؟ چه ربطی؟ چرا؟ خب میگه یه کبریت روشنم ولی زیر کاه، یهو بگیره تمومه دیگه. من حس میکنم وایس من چقدر حس میکنم من امشب حاجی داره آماده میکنه ما رو. آرامش قبل طوفانه؟ به چون خودم اه. داره آماده میکنه. این درستم که پرپای من نپیچم. بذار من یه چیز بگم. چرا ما میخوایم همه چیز جنایی در بیاریم؟ بذار من یه چیز بگم. اینو داده خب چون پوری گفت اشکان صد تو بذار، صدمون میذارم. بعد اینو داده گفته خب بذار مثلا من پوری رو چیز کنم بخوره انگولکش کنم بیا جلو. خب این که حرکت قشنگی. احتمالا امشب پوری دهنپر میاد. خب که اگر دهنپر اون موقع بیاد دیگه فدایی میچهد. میگه من حسم اینطوریه. اوکی. کبریت روشنم ولی زیر کاه، خود محمدم ولی بی کتاب، چرا چادر میکشن رو کب مگه خدا لخته، تو خاکی که شما بمیری نمیدن کلا قنچه، چه که بی محل میدن به ملت تا خدا مفته، مردم تو پراد بمیرن که شما بشینید پشت پرشه بلند. او مای گاد. این ها رسالت خودشو داره انجام میده. داره دیس میکنه دی مملکت. میگه چی چه که بی محل میدن به مردم مگه دعا مفته. فکر آره. کنم اینو گفت. آخه دعا مفته. آخه دعا مفته. خیلی باحاله. دعا کنید دیگه. با دعا زنده باشید. بعد مردم بشینن پشت پراید بمیرن شما بشین پشت بود. خیلی قشنگ گفت. میدن کلا قنچه، چه که بی محل میدن به ملت آخه دعا مفته، مردم تو پراد بمیرن که شما بشینید پشت پرشه بلندتر از برجاتونه صدای مردم بلندتر، حریف ما نمیشی با کلاش دست و جناب سردو، بلندتر از برجاتونه صدای مردم، حریف ما نمیشی با کلاش دست و جناب سردو،
گرفتن با کتاب آسمونی خاکو، ما دو بیت حافظ بسمون کاکو، دین ماشینه که با خون پر میکنه باکو، ولی شیطونه همه امام داره آتو یه جوری سی... واو پشمامی خیلی سنگین بود، خیلی سنگین بود. دین یه ماشینه که با خون میکنه پر باکو. ولی شیطون از همه امامو داره آتو. بسمون کاکو، دین یه ماشینه که با خون پر میکنه باکو، ولی شیطونه همه امامو داره آتو. یه جوری سینه میزنن که انگار با حسین داشتن عکس دکی، طوری تاریخ تحریف میشه که در میره فنر تخت جمشید. شربت سلواتی مال در میره فنر تخت جمشید، مثلا پش پش میریزه. ای وای من الله. طوری تاریخ تحریف میشه که در میره فنر تخت جمشید. شربت سلواتی مال شما ما دمو میگیره ما کل فساد، جوری زخمی میکنیم با نوک مداد که عمیق‌تر از برش کارت. اگه جهنم جا نباشه بهش نمیریم، میخوابیم رو پل صراط، همیشه صورت دیم پنهونه مثل نیمه تا پشمام. وای اگه جهنم جا نباشه بهشت هم نمیریم، میخوابیم رو بهشتی که شما گفتید نمیریم، میخوابیم رو پل صراط، اصلا مشکل نداریم. بعد چی؟ میگه شربت صلواتی هم واسه شما ما میکشیم از گل، ما دمو میگیریم از گل فساد. شت وای کیلو باز... کیلو حق بارش باز هم... رو داریم دوستان، باز هم سیاسی. آره. اصلا ما گفتیم میاد الان به خاک و خون میکشه. آره زده اصلا سیاسی کار خودشون میکنه، جوری زخمی میکنیم با نوک مداد که عمیق‌تر از برش کارت. اگه جهنم جا نباشه بهش نمیریم، میخوابیم رو پل صراط، همیشه صورت دیم پنهونه مثل نیمه تاریک کره ما. بلندتر از برجاتونه صدای مردم، حریف ما نمیشی با کلاش دست و جناب سرگو. بلندتر از برجاتونه صدای مردم، حریف ما نمیشی با کلاش دست و جناب سرگو. پشمام ریخت. فدایی خیلی سوبر اومد. آره خیلی سوبر اومد، خیلی کول اومد، خیلی با آرامش. آره فعلا که به نظر حالش خوب بود. آره حالش خوب بود به قول من. اصلا پشمام عصبی نبود. مگه میشه فدایی اینطوری؟ من میگم سیاستشه، سیاستشه، یه جورایی نادیده گرفته انگار. دقیقا آره به قول تو من کار خودم دارم میکنم، رسالت هم انجام میدم. شاپور داده بدمون کن. آره دقیقا نمیومد هیچ، نمیزنه، فکر نمی کنم دیگه چی بشه بخواد بیاد تو بازی. حاجی واقعا پشمام ریخت، من حقیقت پشمام ریخت. آره من چون ببین من مطمئنم پشمام همه ریخت طرفه. آره فکرشو نمی کنه طرف پوری شاپور بود، برای چی خوشو بیاد که بندازه مثلا. حالا هر چقدرم پوری بگه بیا بیا من تو رو میخوام با تو وارد بازی کنم، خیلی زد آخه، خیلی زد. چی بگم حاجی؟ بریم واسه ترک شاپور ببینیم شاپور چیکار کرده. همونجا بشینید نظرتون رو بنویسید که آقا چی شد اصلا، چرا فدایی همچین کاری کرد. ما که نظرمون رو گفتیم، بریم بیایم تا ویدیوی درابیش شاپور. فعلا.